Baylar bayanlar merhaba, Dora'yla deyimlere hoş geldiniz. Hanım آقایون عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به اصطلاحات با دورا. امروز میخواییم با هم یک سری اصطلاح جدید که با حرف د شروع میشن رو یاد بگیریم. مثل همیشه پیشنهادم بتونین هستش که تا انتهای ویدیو منو همراهی کنید. بریم سراغ اصطلاحاتمون. خب اصطلاح اولمون هست دیل دکمک. دیل دکمک، بچه دیل یعنی زبان و دکمک به معنای ریختن هستش. همینطور که میبینید معنای زبون ریختن، زبون بازی کردن داره به ما میده. بیر کیمسه بیر شیه یابتırmک ایچین اونون هوشلاناجاغی شیلر سویلیب دورمک. بیر کیمسه یعنی به یک کسی، یابتırmک یعنی انجام دادنش، هوشلاناجاغی شیلر چیزهایی که خوشش بیاد، سویلمک هم یعنی گفتن. پس چی داره میگه؟ میگه من از این اصطلاح دیل دکمک موقعی استفاده میکنم که بخوام یک نفری یک کاری رو انجام بده و برای انجام دادن این مورش زبون بریزم، شیرین بازی در بیارم. مثلا توی مثال ببینیمش: کزم باباسنا اوینجاک آلدırmک ایچین دیل دکیور، یعنی دخترم برای اینکه پدرش براش اسباب بازی بخره داره زبون میریزه براش. اصطلاح دوممون هست دیل اوزاتمک. دیل اوزاتمک، گفتم دیل یعنی زبان و اوزاتمک یعنی کش دادن، طول دادن. ولی خب تو این اصطلاح اینجوری معنی نمیده. بریم ببینیم یعنی چی دیل اوزاتمک. Saygı gösterilmesi gereken birine saygısızca sözler söylemek. Saygı yani ihtiram. Gösterilmek yani nişan dadan. Gerek از لازم و ملزوم داره میاد و saygısızca yani با bi ihtirami. Söz yani kelime ve söylemek yani گفتن. پس این دیل اوزاتمک یعنی چی؟ یعنی وقتی که قراره به یک کسی یا چیزی ما احترام نشون بدیم، احترام بذاریم، بیایم چیکار کنیم؟ برعکسش رفتار کنیم و کلمات یا حرکات بی احترامانه ای نسبت به اون شخص یا اون چیز داشته باشیم. اون وقت میگن که زبون درازی کرده، دیل اوزاتمش، دیل اوزاتمک. توی مثال ببینیمش: کوتسال شیلره دیل اوزاتمک اولماز. کوتسال یعنی مقدس. میگه به چیزهای مقدس نمیشه زبون درازی کرد، بی ادبی کرد در مقابلشون. منظورش اینه. اصطلاح سوممون هست دیل یتیرمک. دیل یتیرمک، یتیرمک یعنی آوردن. این یعنی چی؟ یعنی به زبون آوردن، گفتن، حرف زدن در مورد چیزی. بیر دورومون یا دا اولاین آنلامنی سوزلرله آنلاتمک. دروم موقعیت، اولای اتفاق یا فاجعه معنی میتونه داشته باشه نسبت به جملمون. آنلام معنای سوز کلمه است و آنلاتمک یعنی توضیح دادن. یعنی چی؟ یعنی یک موقعیت و شرایط رو، معنای اون موقعیت و شرایط رو بتونیم با زبونمون، با کلماتمون در موردش صحبت کنیم و توضیح بدیم. یعنی چیزی رو به زبان آوردن، منظورش این هستش. ببینیمش توی مثال: دردیمیزی دیله گتیرمکتن چکین مملیز. یعنی نباید از اینکه دردمون رو به زبون میاریم خجالت بکشیم و این کار رو نکنیم. منظورش اینه. دردیمیز که درد ما هستش، دیله گتیرمک به زبان آوردن، چکین مک یعنی خجالت کشیدن. پس دردیمیزی دیله گتیرمکتن چکین مملیز. و دردونجو دهیم، برسیم به چهار رومی. دیله کلای. دیله کلای، میدونید کلای یعنی راحت. دیل کلای یعنی به زبون راحته. چیزی که تو داری میگی آره تو زبون راحته، ولی بریم ببینیم میتونیم هم انجامش بدیم. یه همچین معنایی داره بهمون میده. گفته که سوزله یاپلماسی کلای اما گرچکته یاپلماسی زور آنلامنده. سوزله به حرف، به زبان، یاپلماسی کلای انجام دادنش راحته، اما گرچکته، اما در واقعیت، یاپلماسی زور آنلامنده، این هستش که سخته، انجام دادنش سخته. مثال رو ببینیم: بیر ایشه
30 yıl emek vermek dile kolay. بچه امک فرمک یعنی زحمت کشیدن، عمرو جون برای چیزی گذاشتن. میگه که این که تو برای یک کاری 30 سال مثلا زحمت بکشی، از جون مایه بذاری، به زبون راحته. وگرنه خب کار سختیه دیگه. دیله کلای، به زبون راحته. و اصطلاح پنجممون دیلی توتولماک. دیلی توتولماک یعنی زبونش گرفته، زبونمون میگیره. کی؟ وقتی یه اتفاق مثلا وحشتناکی برامون میفته، یا چه میدونم وقتی یه چیز خیلی زیبایی میبینیم، خیلی خوشحالیم، یه جایی که زبونمون بگیره دیگه. چه میدونم در مقابل مهربونی یار، زیبایی یارمون مثلا میگیم وای من زبونم گرفت. اونجوری ها داریم از این استفاده میکنیم. گفته آشیره کورکو سوینچ şaşkınlık gibi bir nedenle ansızın konuşamaz olmak durumunu anlatmak için kullanırız. Aşırı yani فراوان و زیاد. Aşırı korku در مقابل ترس زیاد. Sevinç خوشحالی، şaaf منظورشه. Şaşkınlık تعجب. بیر ندل با یک دلیل این شکلی، با یکی از این دلایلی که الان بهتون گفتم مثل ترس و خوشحالی و تعجب، آنسزن یهو کنوشام از اومک نتونی صحبت بکنی، دورومونو انلاتماک اچین کولانرز، توی این موقع استفاده میکنیم ازش. مثلا دعا او کادار گوزلدی که دیلیم توتولدو. ما میدونیم دعا همون طبیعته. فرض کنید رفته توی یه طبیعت بسیار زیبایی و میخواد مبالغه کنه در مورد زیبایی اونجا. میگه طبیعت انقدر زیبا بود که زبون من قاصر از گفتنش، زبونم اصلا در مقابلش گرفت، هیچی ندارم که بگم. خب بریم سراغ ششمی. دیلی وارماماک. دیلی وارماماک. بچه ها وارماک میدونیم یعنی رسیدن، وصال معنی میده به ما. منتها توی اصطلاح اینطوری نیست. اینجا الان میخواد بگه که زبانم قاصره، نتونستم این چیزیو که میخوامو بگم. ولی خب جایگاه داره. ببینیم جایگاهش چیه. بیر کیمسه اونو کرماماک ایچین. Genellikle kötü bir şeyi, kötü bir sözü söylemek istememek. میگه معمولا وقتی بخوایم که بین یک نفری مثلا برای اینکه دلشو نخوایم بشکنیم یا نخوایم بهش حرف بدی بزنیم یا یه اتفاق خیلی بدی رو نخوایم بهش توضیح بدیم، اون موقع ما از این کلمه، از این اصطلاح استفاده میکنیم. مثلا دلمون نمیاد بریم به فلانی بگیم که ببین مثلا چه میدونم فلان عزیزت پرکشیده و دیگه نیست. میگم دیلیم وارمیور، اینطوری ازش داریم استفاده میکنیم. مثالشو ببینیم. Ona ne olduğunu söylemeye dilim varmıyor. Yani ben zabunam gasere. Ben nemitunam berem begem be un ki çe ettefaki oftade. İnçori. Berim ruye haftomi. Diyor ki dilimin ucunda. Dilimin ucunda. En iyi hayli rahatı. No ke zabuname. Bir sözcü, bir adı anımsayamadığımızda çok iyi biliyorum ama şu anda anımsayamıyorum anlamında söyleriz. Sözcük ya midirim kelime az ad yani esm. Anımsamak bacha yani به یاد آوردن، به خاطر آوردن. خب میگه که وقتی که یه کلمه یا یه اسمی رو نمیتونیم به یاد بیاریم، داخل پرانتز میگه çok iyi biliyorum ama şu anda anımsayamıyorum. خیلی خوب میدونم اما الان تو ذهنم نمیاد، الان یادم نمیاد. anlamında söyleriz. این موقع ها ما داریم ازش استفاده میکنیم. دیگه براتون راحته دیگه، ما هم تو فارسی اینو داریم. گفته که yahu şu kızı tanıyorum. adı dilimin ucunda be. yahu adate yani ay هی بستگی داره بچه ها چجوری ازش استفاده کنیم. اینجا داره ای معنی میده، میگه ای این دختره رو میشناسم و اسمش نوک زبونمه ای بابا. اینجوریه این جمله.
بریم روی آخرین اصطلاحمون، دیلینده توی بیت مک. میدونید دیل زبان توی به معنای مو و کرک و پشم روی بدن هستش و بیت مک هم خب معنی های مختلفی نسبت به جایی که میشینه داره. حالا دیلینده توی بیت مک یعنی زبونم مو در آورد. بیر شی بیرینه تکرار تکرار سویلمکتن بکپ اوسانمک، یعنی از اینکه یک چیز رو به یک کسی دوباره و دوباره هی و هی بگی خسته بشی از این قضیه، از گفتن دوباره و دوباره یک چیزی به یک نفری خسته بشی، اون موقع داری از این اصطلاح استفاده میکنی. گفته کاچکره سویلملیم اتور درسینی چالش دیلینده توی بیت آرتک. ببین این مامان است میگه کاچ گره سویله میلیم، آقا جان چند بار باید به تو بگم اتور درسینه چالش، بشین درس تو بخون، بشین درس تو مثلا مشق تو بنویس. دیلینده توی بیت آرتک، دیگه زبون من مو در آورد، انقدر به تو گفتم و تو هم این کار نکردی. خب دوستان من به پایان درس امروزمون رسیدیم. من سعی میکنم یه سری اصطلاحاتی که مفید و کاربردی باشه بتونید توی صحبت هاتون ازش استفاده کنید رو براتون آماده میکنم. خوشحالتر میشم اگر شما هم با لایک یا کامنت این رو به من بگید، نظرات و پیشنهاداتتون رو اگر چیزی هست که من باید بدونم با من در میون بذارید. حالا خواهش همینه، قبل از رفتن بفرمایید ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، ما رو به اونایی که دوستشون دارید حتما و حتما معرفی بکنید. افندیم بی دهکی درست گروش مکی زرکندین زیبکن هشچکلن اما دوست شکلن.